اعتراض ساکنان در شهر خاروغ و روشان بدخشان. میانه ماه می سال گذشته ده ها نفر با طلب قطع تعقیب و بازداشت و تحقیق قتل گلبدین زیابکوف که تیر ماه سال 2021 در عملیات مقامات کشته شد به کوچه برآمدند. حکومت روز 16 و 17 می اعتراض در خاروغ را سرکوب کرد. وقتی که ما تا پول باین رسیدیم، علاکه دیدیم که بسیاری از اشتراک کنندگان تظاهرات را که علاکه زخمی شدند به ماشین سوار کرده به جایهای امن میکوچاندند. بعضی ها را به مرکز طبی که در آن محله وجود دارد میبردند. آنهایی که زخمشان جدی تر بود آنجا میبردند، اما آنهایی که زخمشان سبکتر بود در جایشان کمک میگرفتند. زمیر نظرشایف ساکن 31 ساله محله گلکین خاروغ از اولین اعتراضگرانی بود که شام 16 می جان باخت. در آن روز چند نفر می خواستند راه تکنیکی حربی را بگیرند و نگذارند که آنها به محله که در آنجا تظاهرات می گذشت بروند. راه را در مرکز شهر روبروی مکتب دوم و دفتر دانشگاه آسیای مرکزی بستند. در این لحظه چی طوری که شاهدان حادثه می گفتند زمین را پراندند. خونین ترین حادثه روز 18 می در ناحیه روشان که در اینجا ساکنان راه کاروان نظامی را بسته بودند رخ داد. تلویزیون دولتی اعلان کرد که علیه گروه تروریستان عملیات انجام داده است. شاهدان که هنوز از ترس تعقیب چهره شون را پنهان می‌دارند میگویند با بستن راه کاروان نظامیان می‌خواستند از خونریزی بیشتر در خاروغ جلوگیری کنند. از حکومتم طلب شو چیز که طلب ما این بود که قشون‌های ایلاوگی باید به خاروغ درآورده نشوند، چون این کار به خونریزی می‌آورد. مردم به این خاطر جمع شد و از حکومت طلب کرد که باید این کار پیشگیری شود، چی در رایشون و چی در مرکز ولایت. 18 می صبح بر وقت به یگان آگاهی تیرپرانی سر شد. نیروهای امان از دوشنبه و خطلون به ناحیه آورده شد. الف علاکای 16 می در اینجا بود. صبح 18 می در پیش اداره پلیس ناحیه که بچه ها اونجا نشسته بودند تیرپرانی شدید به یگان آگاهی پیشکی آغاز شد. پیش از همه 3 بار با گرانتمیات و بالای بلندکه زدند. اونجا قلعه ومار از دورهای قدیم یک منوره دارد و در آن دو جوان بودند. در دستشان دوربین و تلفن داشتند و از آن بلندی وضعیت رو پیگیری میکردند و به دیگران خبر میدادند. اول آنها رو با گرانتمیات زدند و کمی بدتر چرخبال آمد و دیگر آنها رو از چرخبال میزدند. سازمان های بین المللی حکومت را برای سرکوب اعتراضگران در خاروغ روشان تنقید کردند. از تاجیکستان طلب تحقیق عادلانه حادثه ها را کردند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان عملیات را کار درست دانست. و ببینید وقتی که کلان و گذشتن در تیرپاران کرد 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد. دیگر علاج دیگر نبود. ما میدونستیم که همین چیزها اونا دیراق اصلا همه یه چیزار بده. ماستا رو میتر کنند در روشان. کپرکار رو میتر کنند. های ما امر دادم که بینه تو حد امکان یراق به دستا رو بزرار کرد یا که دستگیر کنید. با اونم حالی بخیر. چی که شهر خارده دیده که ما عملیات حربی نمانده گذارانده. نمانده. شاهدان میگویند اعتراضگران با جز چند ملتقه شکاری دیگر سلاح در دست نداشتند. از دای طرف مردم جو چیز نه مردم خیلی سلاح نداشت. شاید یک چند نفر ملتقه شکاری داشتند. کسی منتظر هم نبود که کار به اینجا میرسد و اینو بی‌رحمانه مردم رو میکشند. حادثه یک سال پیش در ولایت مختار کویسان بدخشان تا حال از جانب کمیسی مستقل تحقیق نشده است. مقامات گفتند در این حادثه 29 کس کشته شده است. سازمان ملل تعداد قربانیان را تا 40 نفر گفت. رادیو آزادی اسم 34 کشته شده را آشکار کرد که از 30 تا 57 ساله بودند.